خدا. سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز، با جلسه دوم در خدمتتون هستیم از دوره 4 جلسه تکنسین برق صنعتی. ابتدا تشکر میکنم از تمام دوستانی که پیام ارسال کردن روی تلگرام و همینطور از طریق ایمیل و نظراتشون رو ارسال کردن برای ما. خیلی ممنونم از نظرات سازندتون. تو جلسه دوم آموزشی میخوایم در مورد روش‌های مختلف راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز باهاتون صحبت بکنیم و خب به صورت خاص میخوایم در مورد موتورهای سه‌فاز و روش‌های راه‌اندازیشون با هم صحبت بکنیم. خب ابتدا اینکه اصلا راه‌اندازی یعنی چه؟ مفهوم راه‌اندازی چیه توی موتورهای الکتریکی؟ توی موتورهای سه‌فاز یا حالا تک‌فاز، زمانی که می‌خوایم ما برق سه‌فاز رو یا تک‌فاز رو به موتورمون متصل بکنیم، روش‌های مختلفی وجود داره. یعنی حالا مثلا توی موتور سه‌فاز ما یک سری ترمینال داریم، 6 تا ترمینال داریم و خب این که چه شکلی این سه‌فاز رو به اون ترمینال ها متصل بکنیم و اینکه آیا سه‌فاز رو اول کار به صورت کامل به موتور متصل بکنیم یا اینکه نه، ولتاژ کمتری از سه‌فاز رو به موتور متصل کنیم و بعد به مرور ولتاژ رو افزایش بدیم و یا اینکه نه، فرکانس اون ولتاژ اعمالی رو از ابتدا به طور مثال 50 هرتز اعمال نکنیم به موتور و با فرکانس های پایین تر ولتاژ رو به موتور اعمال بکنیم و بعد فرکانس رو افزایش بدیم. اینها همش روش های راه اندازی عنوان میشه، یعنی انواع و اقسام کارهایی که ما میتونیم در هنگام اتصال برق سه‌فاز یا تک‌فاز به موتورمون داشته باشیم رو بهش میگیم روش های راه اندازی موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز. و فقط برای این موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز القایی نیست، توی موتورهای دی سی هم ما روش‌های مختلف راه‌اندازی داریم. توی موتورهای سه‌فاز روتور سیم‌پیچی شده هم ما روش‌های راه‌اندازی داریم، ولی خب به صورت خاص در مورد موتورهای القایی اینجا بحثمون هستش. خب روش‌های مرسومی که وجود داره توی راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز روتور قفسه‌ای به این صورت هستن. این 5 روش روش‌های اصلی هستن برای راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز و خب حالا تک‌فاز هم خدمتتون میگم که از کدوم روش‌ها استفاده میشه درش. اولین روش، روش راه‌اندازی مستقیم یا DOL Direct Online هستش که متداول‌ترین روش توی صنعت همین روش هستش، روش DOL، ولی خب کاربردهاش خیلی گسترده نیست، یعنی توی سری کاربردها ما نمیتونیم اصلا از این روش استفاده بکنیم. روش دوم، روش راه اندازی موتور به صورت در واقع استار دلتا یا ستاره مثلث هستش که یکی از روش هایی هست که دوباره خیلی استفاده میشد قبلا و هنوز هم استفاده میشه. روش راه‌اندازی موتور به کمک درایو یا حالا اون چیزی که عنوان میشه اینورتر، روش راه‌اندازی موتور به کمک صاف استارتر، استارتر نرم موتور و آخرین روش هم که روش راه‌اندازی به کمک اوتو ترانس هستش. تو این روش‌ها روشی که خیلی کم استفاده میشه روش اوتو ترانس هست که برای در واقع موتورهای با توانایی خیلی بالا از این روش استفاده میکنن. اگر ادواتی که در واقع تو این روش ها هست جوابگو نباشه، ما میام از روش اوتو ترانس استفاده میکنیم، ولی خب معمولا از این روش توی راه اندازی موتور استفاده نمیشه یا خیلی خیلی کم استفاده میشه. خب روش DOL یا دایرکت آنلاین به روشی گفته میشه که ما سه‌فاز رو به کمک یک سری ادوات برق صنعتی میرسونیم به ترمینال های موتور. این که ترمینال های موتور اینجا به چه شکل باشن، ستاره باشن یا مثلث باشن، اصلا بحث ما نیست. ادواتی که اینجا استفاده میشه
میتونه کنتاکتور باشه، کنتاکتور میتونه کلید MCCB باشه، میتونه کلید MPCB باشه یا موتور پروتکت سرکوت بریکر باشه و بیمتال باشه برای حفاظت. و خب کاری که ما انجام میدیم این است که خیلی مشخص استفاده رو به کمک این ادوات که متصل میشن، در واقع آن میشن، میرسونیم به ترمینال های موتور. تو این روش جریان راه اندازی بالا هستش، یعنی اگر مثلا میگم جریان پلاک روی موتور توی حالت نامیش مثلا 10 آمپر باشه، توی لحظه راه اندازی اون لحظه ابتدای کار که شما سفاز رو متصل میکنه به ترمینال موتور، جریان موتور، در واقع جریانی که موتور میکشه اون لحظه، میتونه بین 5 تا 9 برابر جریان نامی باشه، یعنی بین 50 آمپر تا 90 آمپر باشه توی زمان راه اندازی. پس مشکلی که اینجا ما داریم جریان راه اندازی هستش. به خاطر همین این روش دیوئل رو برای موتورهای بزرگ نمیتونیم استفاده کنیم. معمولا برای موتورهای با توان زیر 4 کیلووات مورد استفاده قرار میگیره. و خب عنوان کردیم قابل اجرا هست تا یک سطح خاصی از توان موتور زیر 4 کیلووات شما میتونید از این روش استفاده کنید. البته بالاتر از 4 کیلووات هم میتونید استفاده کنید، ولی خب جریان راه اندازیتون خیلی زیاد میشه، ممکنه ادوات حفاظتی توی مسیر موتور عمل بکنه و موتور رو همون ابتدای کار قطع بکنه. و خب مزیتی که این روش داره، گشتاور راه اندازی بالایی داره موتور تو این حالت، در واقع تو این روش راه اندازی شما گشتاور راه اندازی خیلی بالایی دارید، یعنی مثلا توی کاربردهای مثل بالابرها میتونید از این روش استفاده بکنید. و خب کم هزینه بودن این روش هستش. توی نصب و اجرا مشخص یک سری ادوات خیلی ساده ما استفاده میکنیم، مثل کنتاکت و بیمتال و در نهایتش حالا فیوز یا کلید MCCB، و خب هزینه خیلی بالایی نداره این روش راه اندازی. روش دوم، روش راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث هستش، در واقع استار دلتا استارتر یا روش راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث. خب همونطور که قبلا گفتیم روی ترمینال های موتور ما میتونستیم دستکاری بکنیم و ترمینال ها رو به صورت ستاره یا مثلث راه اندازی بکنیم، در واقع پیکر بندی بکنیم و بعد موتور رو راه اندازی بکنیم. اون تا زمانی که موتورتون به طور مثال توانش بالا رفت، مثلا بالای 4 کیلووات باشه، شما برای اینکه اون جریان راه اندازی اولیه رو که توی روش دیوئل یا راه اندازی مستقیم خطاتتون گفتیم جریان بالایی داریم رو محدود بکنی، میان ابتدا موتور رو اتصالش رو ستاره میکنن، چون جریان توی حالت ستاره برای موتور یک سوم جریان نامیشه، و زمانی که موتور رو ستاره میکنن و موتور راه میفته و دور موتور به حدود 70% دور نامیش میرسه، اون زمان میاد و موتور رو چیکار میکنن؟ مثلثش میکنن. خب ما این کار رو نمیتونیم روی ترمینال موتور انجام بدیم دیگه، یعنی موتور در حال کار هست، نمیتونیم ابتدا اون سیما رو وصل بکنیم روی تخت کلم موتور رو ستاره بکنیم و بعد که موتور ستاره شد، راه اندازی شد، به 70% دورش نامیش رسید، حالا بیام روی تخت کلم اون تغییرات سیما رو انجام بدیم. همچین چیزی خب امکان نداره. به اجبار مجبوریم از کنتاکتور استفاده کنیم. تو این روش مشخصه ما از 6 تا ترمینال موتور استفاده میکنیم. به کمک این کنتاکتور، به این کنتاکتور میگیم کنتاکتور اصلی، سه فاز رو میرسونیم یک طرف ترمینال موتور U1 V1 و W1، و از اون طرف ترمینال ها هم سه فاز رو متصل میکنیم به کمک یک کنتاکتور به ترمینال های U2 V2 و W2. زمانی که شما سه فاز رو این طرف وصل کنید و از اون طرف هم بیارید به ترمینال های موتور، در واقع اون طرف ترمینال های موتور، شما اتصالتون مثلث میشه دیگه، چون توی مثلث ورتاژ این ترمینال با ترمینال روبرویش چی بود؟ یکی بود، U1 U2. پس موتورتون میشه توی این حالت مثلث.
اگر بخواد موتور رو ستاره بکنید باید چی کار بکنید؟ الان اینجا شما یک کنتاکتور دیگه دارید، یک طرف کنتاکتور رو اتصال کوتاه کرده و زمانی که این کنتاکتور وصل بشه سه سر این کنتاکتور اومده اینجا متصل شده به U2, V2 و W2. پس این کنتاکتور که وصل بشه این ترمینال ها به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشه و حالا شما سه فاز رو از اون طرف متصل کرد به موتور و موتور ستاره میشه. پس اول کار این کنتاکتور و این کنتاکتور، در واقع کنتاکتور شماره 2 و 1 وصل میشن. تو این حالت سه فاز این طرف ترمینال ها داریم، اون طرف هم اتصال کوتاه شده، موتور ستاره میشه. بعد که موتور راه اندازی شد، دورش به 70% نامی رسید، این کنتاکتور قطع میشه و کنتاکتور به اصطلاح مثلثمون وصل میشه و این کنتاکتور هم از اول تا آخر متصل میمونه. یعنی از اون اول کار که موتور ستاره میشه و بعد مثلث میشه اتصالش باقی میمونه. به این روش میگن راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث. خب که من حالا جلوتر میگم بیشتر توضیح میدم در مورد کاربردهای ستاره مثلث. روش سوم روش استفاده از صاف استارتر یا استارتر نرم موتور هستش. تو این روش ما میایم و از ابتدای کار ولتاژ کامل رو به موتور متصل نمی کنیم، یعنی میام یک ولتاژ محدودی به موتور وصل میکنیم، مثلا از 380 ولت مثلا 110 ولت به موتور میدیم و بعد به مرور این ولتاژ رو چیکار میکنیم؟ افزایش میده. این باعث میشه که جریان راه اندازی موتور محدود بشه، چون ولتاژ رو ما اول کار محدود کردیم، جریان راه اندازی موتور هم چی میشه؟ محدود میشه و موتور خیلی نرم استارت میشه و همین کار توی استاپ کردن موتور رو انجام میدیم. در حالتی که میخوایم به موتور ایست بدیم، به مرور ولتاژ رو کاهش میدیم و موتور خیلی نرم چی میشه؟ استاپ میشه. و خب این روش چیا داره؟ اول اینکه میتونیم موتور رو نرم استارت بدیم، نرم استاپ بدیم، میتونیم موتور رو حفاظت بکنیم، یعنی توی صاف استارتر یک سری حفاظت‌های خاص در نظر گرفته شده که الان توی مبحث حفاظت خدمتتون عنوان میکنیم. یک سری حفاظت‌های خاص مثلا حفاظت در برابر اضافه جریان یا اضافه بار در نظر گرفته شده که همین ها باعث میشه خب موتورمون حفاظت بشه. یه سری المان های حفاظتی مثل بیمتال از مدار کلن چی میشه؟ حذف میشه. این هم نحوه اتصال صاف استارترز هست. سفاز یک کلید MCCB معمولا استفاده میکنن و صاف استارتر، سه ترمینال ورودی، سه ترمینال خروجی و ترمینال های موتور. دوباره اینجا موتور ستاره شده و این رو بدونیم که صاف استارتر میتونه مثلث هم وصل بشه به موتور، بستگی داره به نوع صاف استارتر و اون برندی که اون صاف استارتر رو ساخته که این امکانات رو برای صاف استارتر برای اتصال حالت مثلث در نظر گرفته یا نه. خب از نظر ساختار داخلی بخوایم بگیم، کلن اومدن داخل صاف استارتر از قطعات الکترونیک قدرت یا الکترونیک صنعتی مثل تیرستور ها استفاده کرده. تیرستور قطعی هستش که سه تا پایه داره، آنود، کاتود و گیت، که زمانی در واقع مثل یک کلید عمل میکنه. زمانی که شما گیتش رو، پایه گیتش رو با یه پالس مثبت تحریک بکنید، آنودش به کاتودش هدایت ایجاد میکنه. در واقع مثل کنتاکتور هست دیگه. کنتاکتور چه شکلی کار میکرد؟ یه بوبینی داشت، شما ولتاژ که بهش متصل بکنید در واقع یه ترمینال رو به یه ترمینال دیگه متصل میکرد. اینجا هم به همین صورت هست دقیقا، منتها خب تیرستور در واقع یک کنتاکت هستش و شما زمانی که بخواید سه فاز رو کنترل بکنید سه تا تیرستور میبایست قرار بدید. الان شما اینجا یه تیرستور اینجا میبینید، یکی اینجا، یکی اینجا، اینا یک جهت هستن همگی. در واقع این طرف تیرستور آنود هست، اون طرف کاتود هست، این پایه این که اینجا میبینید گیت هستش. خب اینها، این سه تا تیرستور
به طور نمونه نیم سیکل منفی رو فقط کنترل میکنن. برای اینکه شما چون تیرستور کلا یه قطعه‌ای هست که یک جهتی هستش، عین دیود هست، یک جهت جریان رو میتونه از خودش عبور بده. برای اینکه نیم سیکل مثبت رو هم داشته باشیم، یک سری تیرستورا در واقع به این صورت برخلاف تیرستورهای سیکل منفی متصل شدن و این تیرستورها موازی شده با هم دیگه. یه تیرستور برای این فاز L1 نیم سیکل منفی رو عبور میده، این تیرستور برای فاز L1 نیم سیکل مثبت رو عبور میده. خب حالا فکرشو بکنید، ما روی گیت های اینها کنترل داریم، روی گیت های اینها کنترل داریم و میتونیم شکل موجمون رو کنترل کنیم، یعنی یک جای اجازه بدیم شکل موج نیم سیکل مثبتمون یا منفیمون به موتور برسه، یک جایی اجازه رو ندیم به در واقع سفازمون، به جریانمون که این جریان برسه به موتور. و این رو بگم که تو بعضی ساختار صاف استارترها دو تا از لاین ها رو، در واقع دو تا از فاز ها رو این کار رو انجام میدن و تیرستور قرار میدن، یکی از لاین ها رو خالی میگذارن. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید، فرض کنید که این شکل موج مشکی رنگ شکل موجی هست که ما سفاز ورودیمون هستش، مثلا L1مون، و این شکل موج نارنجی رنگ اون سفازی هست که بعد از تیرستور به دست ما میرسه. این چیزی که اینجا عنوان شده بهش میگن زاویه یا آتش. یعنی شما تیرستور رو، اینجا سفاز ورودی اومده، برای شما تیرستور رو روشنش نکردید، پس هیچ خروجی ندارید. تا زمانی که تیرستور رو تو این نقطه روشن کردید، پس این یک تیکه شما چی دارید؟ خروجی دارید به اندازه این شکل موج، در واقع این شکل نارنجی رنگ. به این میگن زاویه آتش، زاویه آتش. خب حالا توی نیم سیکل منفی هم همین کار کردیم، دوباره تیرستور رو وصل نکردیم، اینجا تیرستور رو وصل کردیم، دوباره ورتاژ خروجی داریم. همینجور که میبینید زاویه آتش مدام داره کم میشه و شکل موج خروجیمون مدام داره چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی ولتاژی که به ترمینال موتور میرسه، مثلا از طریق فاز L1 به ترمینال موتور میرسه، مدام در حال چی هستش؟ افزایش هستش. پس این همون موردی بود که خدمتتون عنوان کردم، یواش یواش با کمک تیرستور زاویه آتش رو کم میکنیم تا ولتاژ روی ترمینال موتور چی بشه؟ افزایش پیدا کنه. ولتاژ که یواش یواش افزایش پیدا کرد، جریان اولیه موتور چی شده؟ محدود شده. خب این شد ساختار داخلی صاف استارتر که خب حالا کاربرداش رو خدمتتون عنوان خواهم کرد. راه اندازی موتور به کمک درایو، واریبل فرکانسی درایو یا واریبل اسپید درایو. من یه چیزی بگم اول کار، چیزی که عنوان میشه توی بازار اسم این دستگاه رو عنوان میکنه اینورتر. ببینید اینورتر چیزی که اطلاق میشه به عنوان در واقع اینورتر یه دستگاهیه که ولتاژ 12 ولت یا 204 ولت دی سی رو تبدیل میکنه به 220 ولت برای مصارفی که ما میخوایم استفاده کنیم، یا حتی ولتاژ دی سی رو تبدیل میکنه به ای سی سفاز. خب این یه مرحله کاری، در واقع اینورتر یه مرحله کار انجام میده برای ما، در صورتی که چیزی که توی درایو داریم به این صورت نیست. توی درایو چند مرحله کار روی ولتاژ انجام میشه تا ما یک سفاز خروجی داشته باشیم برای موتورمون. پس اسمی که برای این دستگاه قرار داده میشه، باید قرار داده بشه، در واقع درایو هستش نه اینورتر. واریبل فرکانسی درایو یعنی درایو فرکانس متغیر، یا واریبل اسپید درایو، درایو اسپید سرعت متغیر، VFD یا VSD. دو تا اسمایی هست که خب معمولا استفاده میشه برای درایو. خب درایو چه کار میکنه؟ درایو هم میتونه مثل صاف استارتر موتور رو نرم راه اندازی کنه، نرم استاپ بکنه، جریان راه اندازی رو میتونه محدود بکنه توی درایو، و گشتاور نامی موتور حتی در دورهای پایین قابل دسترسه. یعنی چه؟ یعنی شما موتورتون مثلا
5 دور در دقیقه یا 10 دور در دقیقه میتونه اون اول کار به چرخه، خیلی خیلی آروم ولی گشتاور خیلی بالایی داشته باشه. حالا اینکه این چه شکلی این کار رو انجام میده کاری نداره، مربوط به ساختار داخلی درایو میشه و اینکه چه شکلی این کار رو انجام میده که حالا توی اسلاید بعدی خدمتتون توضیح میدیم در مورد نحوه کار و ساختار داخلیش. نحوه اتصال این صورت کلید MCCB و خب حالا این کلن این قسمت درایو میشه و کابل مخصوصی که به موتور متصل میشه که حالا این کابل رو اگر شد یه سری مطالب در موردش عنوان میکنیم روی وبسایتمون، چون خیلی مهم هست کابلی که از درایو میاد به سمت موتور به چه صورتی باشه. پس این اتصالش خیلی چیز خاصی نداره از نظر مدار قدرت، البته چیز خاصی نداره چون مدار فرمانش اصلا جدا هستش. درایو برای ما چه کار میتونه انجام بده؟ میتونه موتور سفاز رو خیلی نرم راه اندازی کنه، نرم استاب کنه. میتونه مثلا موتور رو توی یک ثانیه برسونه به دور 1000 دور دقیقه یا بالعکس از دور 1000 دور دقیقه برسونه به حالت استاب. میتونیم با درایو در واقع دور و گشتاور موتور رو تنظیم کنیم، تغییر بدیم، کلا کنترل داشته باشیم روی دور و گشتاور موتور. میتونه بر اساس نیاز تجهیزات متصل به موتور دور رو تنظیم کنیم، یعنی ممکنه موتوری اینقدر میزان گشتاور نیاز داشته باشه نیاز نیست حتما کل توان رو منتقل کنه به موتور برای در واقع اون تولید اون گشتاور. میتونه فیدبک بگیره از بارمون که چقدر گشتاور نیاز داره، همون گشتاور رو موتور منتقل کنه به بار. میتونه به PLC منتقل بشه، فرمانهای دیجیتالی یا آنالوگی بگیره از PLC و بر اساس اون موتورمون رو کنترل بکنه. میتونه از موتور رو سریع ترمز بده که خب حالا انواع و اقسام روش‌های ترمز ما داریم توی درایف ها. میتونه موتور رو به صورت پله‌ای گام به گام سرعتش رو زیاد بکنه، مثلا میگم از دور صفر برسه مثلا به دور 100 دور در دقیقه، 10 ثانیه یا 20 ثانیه تو این دور بمونه، بعد بره به دور 200 دور در دقیقه، دوباره 10 ثانیه یا 20 ثانیه بمونه، همینجور به صورت پله‌ای افزایش دور داشته باشیم، از اون طرف هم به صورت پله‌ای کاهش دور داشته باشیم. پس اینها یه سری کارهای خاصی هستن که حالا البته همش رو اینجا عنوان نکنیم، خیلی کارهایی میتونه داشته باشه، مثلا توی بحث کنترل حلقه بسته خیلی کارهایی میتونه درایو برای ما داشته باشه. از نظر ساختار داخلی خیلی ساده بخوام بگیم، سفاز رو میگیره یک سو میکنه، بعد به کمک یک قسمتی که حالا میتونیم خیلی ساده بگیم به کمک یک خازن، این DC که در واقع به دست اومده اینجا رو صاف میکنه، تحویل یک پل IGBT میده که شامل 6 تا IGBT هستش. این IGBT ها بر اساس یک پالسی به اسم پالس PWM شروع میکنن سویچ کردن و زمانی که سویچ بکنن شکل موج خروجیمون شبه سینوسی میشه. پس پالس های PWM رو ما میدیم به گیت ها، به گیت های در واقع IGBT و خب این IGBT مثل ترانزیستور هستش، یه گیت داره، پای گیت داره، امیتر و کلکتور، یعنی برخلاف ترانزیستور که بیس امیتر کلکتور داره، IGBT گیت امیتر کلکتور داره. پالس رو میدیم به پایه های گیت IGBT، شروع میکنن این IGBT ها قطع و وصل شدن روی این DC که ما اینجا داشتیم و خب یک شکل موج شبه سینوسی میده. انواع اقسام پالس ها رو ما داریم که به اینجا میدیم، در واقع به این IGBT ها میدیم. پالس های PWM داریم، SPWM داریم و حال پالس های مختلف که مربوط میشه به بحث الکترونیک قدرت. و در نهایت خب شکل موج خروجی که ما داریم یک شکل موج تقریبا سینوسی خواهد شد، شکل موج جریانی که به موتور سفازمون میرسه. این هم یک ساختار داخلی بود در مورد درایف ها. خب یه مقدار در مورد کاربورد هاش بگیم، کاربورد های کلن این روش هایی که خدمتتون عنوان کردیم.
اولین مورد پمپ‌های شناور هستش، سابمرسیبل پمپ‌ها. این پمپ‌ها توی دو مدل تک‌فاز و سه‌فاز ساخته میشه. مدل تک‌فاز راه اندازی مستقیم استفاده میشه برای در واقع موتور، و مدل در واقع سه‌فازش بستگی داره به اینکه توان موتور چقدر باشه. هم میتونیم راه اندازی مستقیم استفاده کنیم اگه توان موتور کمتر از 4 کیلووات باشه، هم ستاره مثلث میتونیم استفاده کنیم و هم چی صاف استارتر میتونیم استفاده کنیم. و درایو برای این روش اصلا استفاده نمیشه. بهترین روش برای راه اندازی سابمرسیبل پمپ ها، پمپ های شناور، صاف استارتر هستش. و خب بدترین روش که در واقع مقرون به صرف ترین روش هستش، روش راه اندازی مستقیم هستش. برای نوار نقاله ها، شما اگه بخواید به کمک تابلو برقی که اون روش راه اندازی در داخل تابلو برق پیاده سازی شده بیاد و نوار نقاله ها رو کنترل بکنید، بهترین روش صاف استارتر هستش و خب مقرون به صرف ترین روش هست. و روش دیگه که میتونیم استفاده کنیم استفاده از درایو هستش. دلیل اینکه از صاف استارتر استفاده میشه این هستش که خب ابتدای کار که نوار نقاله ایستاده، شما زمانی که بخواید موتور نوار نقاله رو روشن بکنید، اول اینکه یک تکانش شدید اون ابتدای کار داریم که صاف استارتر به خاطر اینکه نرم راه اندازی میشه، در واقع خیلی نرم موتور راه اندازی میشه و نوار نقاله هم به همین صورت. و خب لرزش های کلن روی نوار نقاله چی میشه؟ به کمک صاف استارتر گرفته میشه. از درایو هم میتونیم استفاده کنیم، متأسفانه از نظر هزینه درایو نسبت به صاف استارتر هزینه بیشتری داره. از روش های راه اندازی مستقیم و ستر مثلث هم نمیشه استفاده کرد، یعنی بهتره که اصلا استفاده نکنیم. توی بالابرها، حالا بالابر چی میتونه باشه؟ جهر ثقیل باشه، آسانسور باشه، هر چیزی که قراره یه گشتاور راه اندازی خوبی داشته باشیم و توی برخی از موارد هم کنترل دور هم داشته باشیم، بهترین روش روش درایو هستش، استفاده از درایو الکتریک هستش. و برای کاربردهای معمولی هم، برای بالابرهای معمولی، حالا جهر ثقل معمولی هم میتونیم از راه اندازی مستقیم استفاده کنیم. از صاف استارتر نمیشه استفاده کرد به دلیل اینکه در صاف استارتر شما دارید روی ولتاژ موتور کار میکنید و ولتاژ موتور چون اول کار محدود میشه و گشتاور موتور به ولتاژش وابسته هستش، پس شما ابتدای کار گشتاور خوبی نخواهید داشت. پس صاف استارتر جاهایی که گشتاور راه اندازی بالایی نیاز داشته باشیم نمیتونه استفاده بکنه. البته توی تکنولوژی جدیدتر صاف استارترهای ارائه شده که اون مشکل گشتاور راه اندازی رو چیکار کرده؟ حل کرده. روش راه اندازی ستاره مثلث هم که اصلا توی بالابرها استفاده نمیشه، گرچه خب این گشتاور راه اندازیش تقریبا با راه اندازی مستقیم یکی هستش و خب بهتر همون راه اندازی مستقیم استفاده بکنیم. خب توی صنایع نساجی و چله‌کشی چون میبایست کنترل خیلی دقیقی داشته باشیم روی دور موتورها، بهترین روش و تنها روش، روش استفاده از درایو هستش. کلن اول اینکه برای موتورهای تک فازمون روشی که استفاده میشه و تنها روشی که استفاده میشه توی موتور تک فاز راه اندازی مستقیم هستش. زمانی که بخوایم دور گشتاور تغییر بدیم درایو هستش. و زمانی که بخوایم موتور رو نرم استاپ استارت کنیم و جایی باشه که در واقع موتور نرم استاپ استارت بشه، صاف استارتر هستش. ستاره مثلث هم میتونه استفاده بشه برای زمانی که ما نمیتونیم از صاف استارتر درایو استفاده بکنیم و کنترل دور هم نیاز نداریم و اون محدودیت جریان راه اندازی تو راه اندازی مستقیم داریم، میتونیم از ستاره مثلث استفاده کنیم. توی پمپ های آب بهترین روش صاف استارتر هستش، چون صاف استارتر اون در واقع تکانش های اول کار، اون در واقع اون لرزش های اول کار پمپ رو میگیره، خیلی موتور رو نرم استارت میکنه، خیلی نرم استارت میکنه
و اون ضرباتی که به در واقع فلنج و به موتور وارد میشه کلا کنترل میکنه استاپ استارته. از درایف هم میشه استفاده کرد، از روش های مستقیم و ستار مثلث هم که اصلا بهتره توی پمپ ها استفاده نکن. پس دیدیم که برای کنترل هر موتور یه روش خاصی وجود داره. به غیر از اوتو ترانس که ما عنوان کردیم خیلی استفاده میشه، بقیه روش ها هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو داره و استفاده میشه. از روش مستقیم هنوز استفاده میشه، ستاره مثلث توی پمپای کشاورزی، آب کشاورزی، جاهای آب کشاورزی خیلی به وفور استفاده میشه. صاف استارتر توی پمپای صنعتی خیلی استفاده میشه، توی تصفیه خانه ها خیلی استفاده میشه و درایف هم خب هر جایی که شما کنترل گشتاور دور دقیق نیاز داشته باشید، توی دستگاه CNC، توی آسانسورها، هر جایی که این کنترل نیاز داشته باشید از اون در واقع از روش درایف ما استفاده میکنیم. خب توی فیلم آموزش بعدی میخوام در مورد حفاظت ها برای موتورهای الغایی به صورت خاص برای موتورهای الغایی سفاس با تون صحبت بکنم. موفق باشید.